که اصلا دولت رها کرده بنگه ها رو، اصلا دارن دست و پا میزنن تو رکود. چند تاشون به من گفتن آقای رضایی ما توی شرایط دولت میاد یه پسگردنی هم به ما میزنه، واسه نه تنها کمکمون نمیکنه یه پسگردنی هم دولت به ما میزنه. واقعا وضعیت اسفباریه. وقتی بعد از مناظره آخر بین محسن رضایی و احمدی نژاد دیدم که محسن رضایی که یه فرمانده جبهه و جنگ بود، داشت کسی رو که همه جانبازا و بچهای جنگ دوستش دارن، خانواده شهدا، همه عاشقای مملکت، اون رئیس جمهور مملکتشون میدونن، به تمسخر میگیره، بدجور دلم شکست. دمای بدنم بالا رفت، با خودم گفتم برم بیرون هوای تازه شاید برام خوب باشه، اما کاش نمیرفتم. چه قوقایی، انگار یه شبه مملکت عوض شده، انگار تمام قانونا یه شبه ملغا شده. ولی با خودم گفتم زمان سرنوشت سازیه، این شب تاریخی باید ثبت و ضبط بشه برای آینده ها، تا اونا بتونن بهتر راجع به نخست وزیر دوران جنگ و طرفدارای انتخاباتش قضاوت کنن. بعد یکی دو ساعت که گنگ و پریشون تو خیابونا گشتم، دیگه کلافه بودم، دلم می‌خواست یکی باشه در به دل کنه باشه، یکی که شاید بتونه یکم آرومم کنه. ساعت رو نگاه کردم، از دو گذشته، دو نصف شب. کی الان میداره که من بکنم باید صحبت؟ تو همین فکرها بودم که یه اسمس برام اومد، بازش کردم، خیلی خوشحال شدم، آقای سلامت بود، از حال هوای خیابونا سراغ میگرفت. وقتی گفتم فیلم گرفتم، گفت همین الان بیار منم ببینم. این موقع شب، بله، آقای سلامت میخواد ببینه چه خبره تو خیابون. مثل این که فقط من نگران نیستم، انگار آشوب دلم از بین رفته، آروم شده. آخه دارم میرم پیش کسی که 25 سال به علت قطع نخوا در جنگ روی یه تخت خوابیده. اون یکی از صبورترین آدمایست که من تا حالا دیدم، که هنوزم تک تک سلولای بدنش برای مردم و این نظام فدایی، هنوزم منتظره که یه لحظه پیش بیاد بتونه جونشو فدای این مردم. جا نفس نبود، خیلی شلوغ بود، ما را بردم بالا، با شخ بردم بالا، بردم جلو اونجا. البته شلوغ بود جاتون خالی، خیلی حمایتیت کردن، واقعا مردم با شعورن. اما مریض از تستم بیمار شده، هیچی بیماری آسایش کار استخونکات با حرکت نگردن، ناشنوای هم اینجا بستپنگ زخم و بدبختی و هم درد کشیدیم، هم سب کردیم، یه سر به ما ندادن مسئولین همون که الان داره مصاوی و آی خاتمی یا آی رضایی سر به ما نده، من ندیدم. ولی با قمر حباری آی قمرانی 5-6 بار هم دعوت کردم اینجا اومده. آی احمد نجات همینجور موقع شهرداری بود، قبلا همون رزمنده بود، احمد نجات داره بر شهرستان ها سر بهشون میده، میارده. همین بچه روستایی که گریه میکنه، شوق گریه به آغوشش میگره، میارده. چه این کار کرد؟ رستنجان این کار کرد، حاتم این کار کرد، موسیم این کار کرد، ولی احمده که همه کارش انجام بود. حالا ضد مردم شده، دزدی شده، خودشون، هرچی خودشون. این همین خیانت ها دیدیم، واضع مقاومتر هستیم، می جنگیم. هم دعا می کنیم، فعالیت هم داره، ورزشی علمی، بیکار هم نیستیم. این جبهه بود، اینا ما بودیم، چه خیانت ها با ما کردن؟ چه خیانت ها، مثل رضایی؟ با کمبود اسلحه، با کمبود بودجه، اصلا نمیگذاشتم پیش رو کنم. ما همه بیشتر با اسلحه غنیمتی میجنگیدیم. حالا بعد از 20 سال این همه دیدیم سکوتشو، حالا باش خیانت شروع کردن. ولی من دیدم اشخاص دستشون سبز، دستشون سگ گرفتن. فیلمشو میخوای ببینیم؟ فیلمشو میخوای ببینیم؟ ببینم، فیلمتون ببینم. الان نشونه. ببینم، خسته نباش. Thank you.
احمدی بای بای عدل بدل بدوله دیکتاتوری بدوله یه هفته دو هفته محمود همون نرفته یه هفته دو هفته محمود همون نرفته یه هفته دو هفته محمود همون نرفته اصلا اونجوری که فکر میکردم نشد. با اشتیاق ازم خواست فیلم رو ببینه، ولی کاش فیلم رو نشونش نمیدادم. تا حالا همیشه با خودم میگفتم کاش من هم سن و سالم به جبهه و جنگ میرسید و حال هوای جبهه رو درک میکردم، ولی الان خوشحالم که جبهه و جنگ و همت و متوسلیان و خرازی و بقیه شهدا رو ندیدم. محسن رضایی زمان جنگ، آقا محسن، اونم ندیدم. میر حسین موسوی زمان جنگ و امامو ندیدم. الان راحت تر میتونم این خیابونا رو ببینم، اما دلم برای یه عده خیلی میسوزه، برای جانبازا، خانواده شهدا که همه چیشونو دادن این روزا رو نبینن. این روزا همه دلاشون خونه. دعا کنید خدا صبر بده. حرف آخره، اگر احمدی نژادم رئیس جمهور بشه این داغ به این راحتی از بین نمیره، مگه اینکه دعای دکتر زودتر مستجاب بشه. اللهم اجل ولیک الفرج، اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر، واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یده. آمین یا رب العالمین.